رضا حاجی حسینی روزنامه نگار از مالمو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب حاجی حسینی. اینکه دادگاه انقلاب رشبری یک فعال معترض کارگری حکم اعدام صادر میکنه یعنی چی؟ چه پیامی داره؟ اساسا به این معنی است که فعالیت مدنی، اعتراض مدنی پذیرفته شدنی نیست برای حاکمان جمهوری اسلامی و قاضی به راحتی میتونه تحت تاثیر نهادهای امنیتی اتهامهای واهی رو متوجه چنین فعالانی بکنه، اونها رو متهم بکنه به اینکه دست به اقداماتی میزنند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی که متأثر هستند از فقه، اینها رو بغی به نام و در واقع به نوعی مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی این رو تلقی بکنه، در حالی که اساساً چنین اتهام‌هایی از پایه و اساس واهی است و می‌دونیم که این احکام قرون وسطایی برای ترساندن فعالان مدنی برای ایجاد رعب و وحشته و خب جمهوری اسلامی هم ثابت کرده است که جز اینکه پاسخ اعتراض رو با کشتار و اعدام بده چیز دیگری بلد نیست و صدای مخالف خودش رو و حتی صدای کوچکترین اعتراضی رو مایل نیست که به رسمیت بشناسه. من یک نکته هم در پرانتز عرض بکنم، حالا با توجه به این فضای انتخاباتی، این وضعیت در دولت اول حسن روحانی هم به همین ترتیب ادامه وجود داشت. اون زمان این مطرح کردند که به دنبال در واقع تبیین و تدوین منشور حقوق شهروندی هستند و یک منشور حقوق شهروندی هم پیش از انتخابات دور دومی که آقای روحانی انتخاب شد منتشر شد و رونمایی شد و حرف این بود که بیاید شرکت بکنید در انتخابات که این منشور رو بتونه دولت روحانی به اجرا بگذاره و اساسا امروز معلوم نیست که اون در واقع اون چه که تولید شده کجا داره خاک میخوره. یعنی همه فعالیت هایی هم که بعضن شده است، البته نه در دولت ها، از سوی فعالان مدنی، صدای اعتراض علیه اعدامی که در طول سالهای گذشته بلند بوده در نهایت به جایی نرسیده و هر بار هم بعد از یک دوره انتخابات چه بسا برای گرفتن انتقام از جامعه مدنی، اگر مثلا مشارکت پایین بوده است و کمرنگ بوده است، دیدیم که اعدام ها شدت گرفته و همینطور در دولت ابراهیم رئیسی هم اساساً در طول سالهای گذشته رکورد شکنی وجود داشته است. به همین میخواستم بپردازیم آقای حاجی حسینی، چرا اومدن هیچ رئیس جمهوری مانع اعدام ها نمیشه و اعتراضی هم از سوی اونها در این باره نشنیدیم؟ در جای دیگری این در واقع تصمیم گیری شده. میدونیم که روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی اساساً کسانی رو که با اعدام مخالفت میکردن در همون آغاز در واقع پیروزی انقلاب سال 57 اینها رو به ارتداد متهم کرد و به این واسطه تصمیم، یعنی این مسئله به عنوان یک حد الهی چیزی نیست که یک دولت بخواد اون رو تغییر بده. الان هم که میبینیم اساساً دو سوی ماجرا، یعنی حتی کاندیدای اصلاح طلبان هم خب میگه که ذوب در ولایته و از اون جالبتر این که در جریان مناظره ها حتی مطرح میکنه که اگر این آقای جلیلی وعده هاش رو عملی نکرد اعدامش کنید. به این واسطه میبینیم که در دولت اساساً چیزی وجود نداره برای مخالفت با اعدام و شنیدن صدایی که از جامعه مدنی در این مورد بلند میشه. ممنون از شما رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو سوئد.